خانم شکیبا شکیب هستند که اینا یک دور در شورای ولایتی هم کار کردند. خانم شکیب سلام بر شما و ممنون از حضورتان به برنامه. تشکر از شما، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بیننده های تلویزیون و تشکر میکنم از شما. خانم شکیب شما چی در کارنامه دارین که به اعتماد از او میرین به مجلس نمایندگان؟ تشکر از سوال شما. دقیقا هر فرد که میخواد در خانه ملت راه پیدا بکنه، کارنامه ها و برنامه هایش، چون از بین توده های مردم هستیم و مردم فقیری هستیم که میخواییم برای مردم فقیری خود محرم گذار باشیم. به این سبب من در از سال 73 به این طرف در به کار رسمی آغاز کردیم که مدت 10 سال در خدمت اولاد مردم خود بودیم، یعنی معلم و سرمعلم بودیم. بعد از سال 74 به این طرف زمانی که وزارت امور زنا ریاست امور زنا در ولایت بلخ پستاش به اعلان گذاشت، ما در امتحان رقابت شرکت کردم و ما مدیر توسعه اقتصاد ریاست امور زنا شدم. در مدیریت توسعه اقتصاد ریاست امور زنا نظر بالای وظایف خود تانستم که ما زمینه های کاری را برای خانم ها فراهم بسازم. اول هی که ما تدویر نمایشگاه ها را برای خانم ها داشتیم برای محصولات شن. از این که هر زن افغان مهارت های خاص خود دارن و به این اساس ما تانستیم به همکاری وزارت خود باغ زنانه و مارکت زنانه رو بر زنها داشته باشیم که یک تغییر بنیادی برای خانم ها بود که حضور خانم ها در اجتماع باشه. درجه تحصیلتان چقدر است؟ من لسانسه پنزه تعلیم تربیه رشته ریاضی هستم که در اون زمان معلم رشته ریاضی بودم. بله. و در مکاتب مختلف شهر به صفت معلم بودیم. و حال رفتن به پارلمان چی برنامه های کلانتر داریم؟ خب برنامه های کلانتری که در پارلمان دارم مطابق به لایحه وظایف که پارلمان بر ما صلاحیت داده که عبارت از تصویب و تعدیل قوانینی که در پارلمان است، ما مطابق از او باید عمل بکنیم و نظارت بر عمل کرده دولت داشته باشیم، نظر به قانون و همچنان نمایندگی بهتر از مردم خود داشته باشیم. این نمایندگی بهتر تصویب و تعدیل قوانین، آیا شما فکر میکنید که ما قوانینی داریم که باید یک بار بررسی شود و تعدیل شود؟ دقیقاً قوانین قانون اساسی ما قانون مادر است، الهام گرفته از قانون شرعی ما و این قانون اساسی ما که دیگه قوانینی که نافذ شده و از او الهام گرفته قوانینی هست که ما برای بسیار نابسامانیای داره که هم برای تطبیقش و هم برای تعدیلش که اکثرا قوانینی که برای رفاه اجتماعی است، قوانینی که برای جلوگیری از خشونت خانما هست که هنوز هم به تصویبش ما مشکلات داریم و قانون تحصیلات عالی است و همچنان قوانینی که برای مامورین و کارمندان دولت بر معلمین است که هنوز هم ما مشکلات زیاد داریم. خانم شکیب شما یک دور در شورای ولایتی هم بر مردم کار کردین، کارهای عمده ای که حالا ماندگار است و مردم به اساس اعتماد به او بر شما بر مجلس رای بدن چیست؟ دقیقاً تشکر از شما. در شورای ولایتی ما زمانی که راه پیدا کردم، اولین کار کردم در شورا ما در دور گذشته که یک دور سپری کرده بود ماهنامه که به نام بلخ نوین بود نداشتیم، کیر ما جور کردم و دیگر تدویر مجالس استماع داشتیم که مسئولین دولت هم می‌خواستیم در حضور مردم که چی کارهایی را انجام دادن و چی کارهایی را که باید اونا انجام بدن و نظر به مود تقاضاهای مردم ما بوده، هم در سطح شهر هم در سطح ولسوالی‌ها و نظارت از پروژه های انکشافی در سطح قریه جات داشتیم که با دورترین قریه ما خانمای شورا و با برادرای شورای خود یک جا رفتیم و شورای ولایتی را در ولایت بلخ یعنی مظهر اراده مردم ساختیم. خانم شکیب پیکارهای انتخاباتی تان چی گونه پیش میره؟ تفاوت با سایر نامزدها داره؟ دقیقاً دیگه پیکار انتخاباتی ما روی با مردم است. کمپاین ما خودم هستم و زبان است. اما مردم سخت حمایت میکنن، توده های جوانا، زنان، بخصوص در عرصه های مختلفی که ما کار کردیم. تصویر هم داریم؟ دقیقاً تصویر ما ایقاق شهار ما ایقاق حقوق شهروندان و همچنان تعهد به عدالت خواهی است و در ای که تفاوت از دیگه کاندیدا داره که ما روی خانه به خانه با مردم خود صحبت میکنم و تعهد امرشان میکنم که ما از او وکیل خود بودم که همیشه در حضورشان و بعد سرسران خود قرار گرفتم. به این اساس که در پارلمان کشور به اثر پروگرام هایی که در اساسای انکشافی اقتصادی و اجتماعی ما بتانیم زمینه اشتغال برای مردم خود فراهم کنیم، به اساس ازی که ما چطور بتانیم همه مردم ما بخصوص خانم ها اکثرا امروز به امراض مختلف دچار هستند به اثر بیکاری خانواده هایشان، هم امروز ما بحران مشکلات زیادی که داریم، اکثر جوانای ما هم از دختران و بچه‌ها فارغ شدن، تحصیلات عالی دارن هم بیکار هستند. یگانه مشکل اساسی کشور ما در سطح کشورمی است که ما زمینه اشتغال فراهم بسازیم و همچنان
در رأس اتاق تجارت خانم ها هستم. سپاسگزار از شما. ممنون خانم شکیبا شکیب بودن که برای راه یافتن به مجلس برنامه‌اش با ما شریک ساختن.